عبرانیان فصل هشتم. خلاصه آنچه تا به حال گفته ایم این است که ما چنین کاهن داریم که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است و به عنوان کاهن اعظم در درگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند برپا شده است نه به دست انسان خدمت می کند. همچنین هر کاهن اعظم مأمور است هدایای تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین کائن ما نیز باید چیز برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر عیسی هنوز بر روی زمین می بود به عنوان یک کائن خدمت نمی کرد، زیرا کاهنان دیگری هستند که ادایایی را که شریعت مقرر کرده است تقدیم کنند. اما خدمتی که این کائنان می کنند فقط نمونه و سایه از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می‌خواست خیمه مقدس را بسازد، خدا با تأکید به او امر کرده گفت: دقت کن که هر چیزی را مطابق نمونه‌ای که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی. اما در حقیقت خدمتی که به عیسی اعطا شد از خدمت لاویان به مراتب بهتر است. همان طور که عهد و پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده بهتر است، زیرا این عهد بر وعده های بهتر استوار است. اگر آن عهد اول بدون نقص می بود، هیچ نیاز نمی بود که عهد دیگر جای آن را بگیرد. اما خداوند به قوم خود انتقاد کرده می فرماید: ایامی خواهد آمد که من عهد نوی با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ببندم. خداوند می گوید: این عهد نو مانند آن عهدی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم در روزی که دست آنها را گرفته و بیرون از مصر هدایتشان نمودم، زیرا آنها مطابق آن عهد عمل نکردند. و خداوند می فرماید: پس من هم از آنان روی گردان شدم. خداوند می فرماید: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود و دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به برادر خود بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا وقتی درباره عهد نو سخن میگوید، عهد اولی را منسوخ میشمارد و هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت.